دوستان سلام، این سلاحایی که خدمتتون میگیم و کلا تو تمام کشور رو ممنوع کردن. خب بمب اتم و هیدروژنی که جای خودش اینا سلاح کشتار جمعی به حساب میان و کلا تو دنیا ممنوع شده. بمب اتم هم که همه یکی دونه دم در خونشون دارن، ولی بمب هیدروژنی که از همه قوی تره رو آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه دارن که قول دادن ازش استفاده نکنن. باری کلا پچرا داری اگه میخوای استفاده نکنی. بعد استفاده از بمب فسفوری، همون فسفر سفید، که این بمب به خاطر وجود ماده خطرناک فسفر بسیار جراحت سنگین داره و ممنوعه، حتی استنشاقش کشنده است. آلمان و انگلیس تو جنگ جهانی اول و بعدش تو جنگ جهانی دوم استفاده کرده بودن. این بمب به سرعت با هوا ترکیب میشه و مشتعل میشه، خیلی خطرناکه. بعدی مین هست. همین مین گذاری که از چنگاه یکی از عزیزان هموطن میره روش، عضوی از بدنش رو دست میده. میلیون میلیون از شروع ساختش تا الان توی دل کره زمین وجود داره که هنوز در نیومدن. اون یه بخشش توی ایران خودمونه که از زمان جنگ مونده. از سال 1997 پیمانی بسته شد که استفاده، ذخیره، تولید و انتقال مین رو ممنوع کرد. اما جالبه آمریکا، چین، روسیه زیر پیمان رو امضا نکردن. بمب خوشه‌ای، این بمب در انفجار اولیه چندین چند بمب کوچیک‌تر آزاد می‌کنه و چند لحظه بعد اونها منفجر می‌شن و به صورت وسیع می‌تونه قسمت زیادی از خاک رو تخریب یا انسان رو از بین ببره. سال 2008 استفاده از این بمب رو در جهان ممنوع اعلام کردن. ناپالم یا ناپالم، نمی‌دونم کدومش درسته. این بمب رو تو جنگ ویتنام آمریکا خیلی ازش استفاده کرد و واسه تخریب منازل و پناهگاه‌های ویتنامیا از این بمب عجیب و غریب که یه مایع قابل اشتعال بود و حالت چسبندگی داشت استفاده می‌کرد. همین بمب هم ارزون بود، هم وقتی می‌چسبید به چیزی یا شخصی 100% سوختگی داشت. این بمب رو در سال 1980 کنواسیون نمی‌دونم چی لاهه ممنوعش کرد. بعد سلاح لیزری هست که یه سلاح انرژی هدایت شونده است. از اینکه می‌زنه تخ می‌کنه از اونها. از وقتی لیزر کشف شده سلاح‌های زیادی باهاش ساختن، از جمله سیستم سلاح لیزری فضایی که میزنه ماهواره و موشک بالستیک رو میترکونه. خطرناک‌ترین نوع سلاح لیزری سلاح کورکننده است که استفاده از این سلاح‌ها از سال 1995 ممنوع شده و بالاخره آخرین سلاح گلوله‌های انفجاری هست. همچین میره تو بدن، یهو منبسط میشه که دیگه نمیره جلو. این گلوله رو تو جنگ جهانی اول خیلی ازش استفاده میکردن، چون زخم عمیق ایجاد میکرد، مانع پیشرفت دشمن میشد. کنواسیون لاهه اینم ممنوع کرد. فقط تو پلیس چند تا کشور از این گلوله استفاده میشه که تو جای شلوغ گلوله بره تو طرف، از طرف نره تو بعدی بره توی آدم بیگناه. دیگه اینو بر همین پلیس استفاده میکنن. خداحافظ.